با سلام این گرم و صمیمانه سویلاد دانا هستم و با همکارم نگار نادری با برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی با ما همراه باشید. زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان این صدای معترض جامعه در زندانهای حکومت اسلامی همیشه تحت شکنجه و اذیت و آزارهای شدید گرفتن و همچنان ادامه داره و از حداقل امکانات زیستی در زندانها محرومند. زندگی اونها با محرومیت از خدمات پزشکی و دارو درمان و همچنین با استفاده از داروهای غیر مجاز توسط کادر بهداری زندان ها در خطر مرگ هستش. بیاد داریم بهنام محجوبی، بکتاش آبدین، ساسان نیکنفت، مهدی صالحی، جواد رویی که مجید کاوه وکیل جواد رویی چند روز پیش خبر داد که نظریه پزشکی قانونی دلیل مرگ موکلش در زندان نوشهر تداخلات دارویی با اشاره به تزریقات مکرر دارو توسط بهیار در بهداری زندان ساعات پیش از مرگ وی اعلام شده از هستش. و حتی خانواده های این زندانیان و جانباختگان در امان نماندن، بلکه تحت فشار مورد اذیت آزار قرار گرفتن. به خاطر برگزاری مراسم سالگرد از زندانشون بازداشت شدن، حکم زندان گرفتن و همین الان در زندانهای رژیم کشتار جنایت جمهوری اسلامی در حبس به سر میبرن. از جمله ماشاءالله کرمی، پدر محمد حسین کرمی از اعدام شدگان انقلاب زن زندگی آزادی که به جرم دادخواهی بیش از 100 روز هستش که این پدر دادخواه بلا تکلیف در زندان مرکزی کرج در حبس هستش. لیلا مهدوی مادر سیاوش محمودی یکی دیگر از جانباختگان انقلاب ژینا بارها احضار و همچنین توسط پلیس شخصی ها در خیابان مورد حمله قرار گرفته و تهدید به قتل شده. راهله راهمی پور به جرم دادخواهی برادرش حسین راهمی پور که در سال 63 اعدام شد، به جرم پیگیری سرنوشت برادرزادش نوزادی که در زندان اوین به دنیا آمده بود و تحویل خانوادهش نشده به 5 سال حبس محکوم شد و بسیاری خانواده دیگر زندانیان سیاسی که همچنان تحت فشار هستند. امروز با هاجر مهرابی، خواهر محمود مهرابی، زندانی سیاسی همراه میشیم تا از وضعیت شرایط برادرش بیشتر در جریان قرار بگیریم. خیلی خوش اومدیم به برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. از محمود برامون بگید که بیشتر با اون آشنا بشیم، همچنین از چگونگی بازداشت و حکمی که برای اون صادر شده. درود بر شما، درود بر مردم خوب ایران. سپاسگزارم به خاطر این وقتی که به من داده شد که صدای برادرم و تمامی زندانیان سیاسی باشیم. محمود مهرابی همونجور که میدونیم 12 بهمن ماه 1401 با نیروهای امنیتی به منزل دستگیر میشه. محمود را میبرن تا مدتی ما تا حدود 40 روز ما نمیدونستیم که محمود را کدوم نهاد برده. نهاد اطلاعات سپاه برده، اطلاعات کشور برده، هیچ جواب ما نمیدادن. با وجود پیگیری های مستمر خانواده، خواهران من میگفتن به هیچ شکایت کنید شاید رو بوده شده. تا 40 روز خبر نداشتیم. به خاطر این پیگیری ها حتی بازپرس پرونده برادرم، خواهرم رو به جرم اخلال در نصب بدون هیچ دلیلی خواهر من رو دستگیر میکنن، زندانی میکنن، براش پرونده تشکیل میدن، دادگاه میدن، به خاطر فقط اینکه دادخواه بودن و اینکه صدای برادرم بودن که برادر ما کجاست. محمود تا بعد از اون میفهمیم که محمود در بند الفتای زندان دستگیر بوده حدود 3-4 هفته‌ای تمام بوده. برادرم در اون 400 که با قید وثیقه آزاد میشه در 25 اسفند ما با قید وثیقه آزاد میشه به مدت 4 سال و باز هم مجددن شبانه نیروهای امنیتی به منزل میرزن، وحشیانه برادرم رو دستگیر میکنن. تو اون مدت 4 ساعت محمود گفت که من در انفرادی بودم. 2-3 روز اول گفت کاملا بیهوش با تزریق ماده که نمیدونستم، یعنی به خاطر نداشت که چی به سرش اون 2-3 روز اول گذشت. اون مدت خیلی تحت فشار بوده، تحت بازجویی های شدیدی بوده، شکنجه شده. به هر حال برادر من تا پایان اردیبهشت ماه در بند الفتا بوده، کاملا ایزوله، بدون هیچ تماسی، بدون هیچ ملاقاتی، بدون داشتن حق هیچ گونه وکیلی، با اینکه ما وکلای انتخابی از دادبان داشتیم. محمود تا پایان اردیبهشت ما در بند الفتا بوده. بعدن اون رو به بند خطرناک ها میفرستن. این انتقال آمدانه بوده، حدود 2-3 ماهی هم در بند خطرناک ها، در بند زندانیان خطرناک بوده، مورد آزار و اذیت قرار گرفته.
خب محمود به خاطر شکنجه‌ای که شده باید عمل میشد بدون گفت، بدون اینکه به ما بگن، به ما اطلاع بدن محمود رو عمل میکنن و متاسفانه مراقبت های بعد از عمل صورت نمیگیره که این خودش یک نوع شکنجه است. الان برادر من حدود 11 ماهه که بازداشته، در بازداشت موقته، یعنی بازم بازداشت موقتش تمدید شده. با اینکه ما درخواست دادیم و تودیع قرار وثیقه گذاشتیم ولی با این درخواست موافقت نشده. از لحاظ روحی برادر من در وضعیت خوبی نیست، جسمی وضعیت خوبی نیست. متاسفانه برادر من دچار کمکاری کلیه و تنبلی کلیه است، نیاز به درمان داره، باید خارج از زندان درمان بشه. این درخواست را داده، امیدواریم که به درخواستش پاسخ داده بشه. به هر حال داروهایی که خانواده من برای محمود بردن رو به دستش نرسوندن. محمود میتونه تماس بگیره هر از گاهی و ملاقات حضوری برای خانواده من به صورت مستمر نیست که بگیم هر هفته باید برن. آیا بعد اونجا اجازه میدن که آیا اجازه دارن خانواده من ملاقات داشته باشم یا نه در زندان؟ متاسفانه مادر من به خاطر کهولت سن نمیتونه، مادر من با عکس برادرم دم در تأیید شده از طریق نیروهای اطلاعاتی شهرستان مبارکه که چرا با عکس فرزند دم در میشینی؟ تنها امیدشه و تنها اینجور میخواد واقعا بگه که من منتظر فرزندم هستم، فرزندی که بردید و گفتید فردا میاد آزادش میکنید. الان 11 ماه گذشته برادر من همچنان در بازداشت موقت، شرایط خوب نداره، هم محمود هم خانواده، نیاز به درمان داره برادر من. و اینکه حدود 3 ماهی هست که پرونده به دادگاه فرستاده شده ولی خب پرونده رو مسکوت نگه داشتن و الان تنها چیزی که میخوایم اینه که محمود رو بذارن حداقل درمان بشه، خارج از بیمارستان باید تحت درمان قرار بگیره. اگه هر بلایی سر برادر من بیاد، اینها پاسخگو هستن، اینها مسئول هستن، مسئول جان برادر من، بچه‌ای که سالم بردن، سالم بوده از لحاظ جسمی ولی الان در شرایط خوبی نیست. و اتهامی که بهش بستن اتهام افساد فلعرضه. برادر من رو به خاطر همراهی در وقایق سال گذشته، در اعتراضات سال گذشته، این اتهام رو بهش بستن و این اتهام افساد فلعرض محرز و مسلمه و همطور تشویق مردم به کشت و کشتار، این یکی از اتهامات دیگه‌شه، و تشویق نیروهای نظامی برای پیوستن به مردم از اتهاماتیه که اتهامات بی‌پایه و اساسیه که به محمود بستن. خب سوالی که شما توضیحاتی در مورد وضعیت جسمی روحی محمود توضیح دادین و میخوام یه مقدار از وضعیت و شرایط خانوادتون که چجوری تحت فشارن، آیا تحت فشارن، به چه صورتی هستش، این تحت فشار از طرف نیروهای اطلاعاتی هستش، یه خلاصه از وضعیت روحی خود خانوادتون اگه برامون بگین خیلی خوب میشه. بله، خب همیشه میدونیم که زندانیان سیاسی یک طرف که در زندان هستن و خانواده های زندانیان سیاسی یا خانواده های جانباخته دیدیم از هر گونه آزار و اذیتی اینها فروگذار نمی کنن و خانواده های زندانیان سیاسی، زندانیان عزیزان جانباخته، خانواده های جانباخته که عزیزانشون از دست دادن. بله، خانواده من از همون روز اول تحت فشار بودن، تهدید شدن، تهدید به اینکه زندان میشید، تهدید به اینکه شما رو از کار بیکار میکنیم، مثلا خواهر من که خب معلم هستن، این تهدیدها بوده. مادر منم که خب مدتی بود که با عکس برادرم دم در منزل پدریم نشست منتظر فرزندش بود، این یک جور اعتراض مسالمت آمیز بود که با عکس پسرش دم منزل نشست، تهدید شده. یک مادر پیر که تنها حقش اینه که میخواد بچهش برگرده. مادر من شرایط جسمی خوبی نداره، چشم انتظار فرزندشه، شرایط روحی خوبی خانواده من ندارن. خانواده من هر لحظه تهدید میشن. از اول مدتی که پرونده برادر من در بازپرسی بود، شعبه دادسرای 2 بود، از طریق بازپرس تهدید میشدن و الانم متاسفانه شرایط روحی خوبی ندارن خانواده من و نیازمندیم این هستیم که همه ما هوای هم رو داشته باشیم، هم رو هم صدا باشیم و صدای زندانیان سیاسی باشیم و همینطور حمایت کنیم از خانواده های زندانیان سیاسی. خب شما به عنوان یکی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی هستین که الان صدای برادرتون هستین، هستن کسایی که نام و تصویرشون
یا کم شنیده شده یا اصلا شنیده نشده. پیام شما به اون خانواده‌ای که صدای بچه‌شون شنیده نشده، صدای اون زندانی سیاسی نشده چی هستش؟ و آیا این صدایی که شما الان راجبی صحبت میکنین، این که صدای براتون هستش، چقدر میتونه این اطلاع رسانی تاثیرگذار باشه در تغییر وضعیت زندانیان سیاسی؟ مثلا برادر شما الان در احتیاج به پزشکی، احتیاج به دسترسی به امکانات پزشکی داره. آیا این کارا میتونه تاثیر داشته باشه در تغییر وضعیت خود برادر شما یا بقیه زندانیان سیاسی؟ بله قطعا بی تاثیر نیست خانم دالوند. ببینید، من از خانواده هایی که عزیزانشون زندانی میشن، زندانی سیاسی هستن، ازشون خواهش میکنم که رسانه ای کنن، نترسن از اینکه شاید رسانه ای کنن وضعیت بدتر بشه. نه، ما از سال 96 که خب محمود، این پرونده سازی ها، این اتهامات برای محمود بود، خب خانواده من سکوت کردن، خانواده من رو تهدید به سکوت کردن، که نتیجهش این بود که این پرونده سازی ها بیشتر و بیشتر شد، این فشارها بیشتر شد. ببینید، من الان وظیفه خودم میدونم به عنوان خواهر محمود که صدای برادرم باشم، هر جا هر ببینم که مشکلی برای خانواده‌ام پیش میاد، برای برادرم هست، باید صدای عزیزانمون باشیم. این صدا نباید قطع بشه. رسانه ها برای اینکه بتونیم صدامون بیشتر به دنیا برسه، باید رسانه ها از خب این رسانه ها باید حمایت بکنن تو این امر. نقش رسانه ها خیلی مهمه، نقش خود خانواده ها مهمه و نهادهای حقوق بشری، حمایت هاشون از خانواده ها، اینها به شدت مهمه. به هر حال من فکر میکنم که از وقتی که برای برادرم در کمیته حقیقت یا پرونده تشکیل دادیم، من فکر میکنم که خب گذاشتم برادر من، حالا درسته بدون اینکه در شرایط خوبی عمل نشد، ولی گذاشتم برادر من رو عمل بکنن. این فشارهای خارجی بیشتر کمک میکنه و اینها رو دست کم نگیریم. این فشارهای هم صدای ما در داخل و هم صدای ما در خارج از کشور با نهادهای حقوق بشری وضعیت رو بهتر میکنه. من فکر میکنم که باید این کار رو انجام بدیم و سکوت نکنیم. با امید آزادی محمود مهرابی عزیز و بقیه زندانیان سیاسی، با تشکر از حضور شما در برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی، سپاسگزارم از شما به خاطر وقتی که به من دادید. به امید آزادی ایران و همه زندانیان سیاسی، به امید اون روز. خانواده جینا امینی ممنوع خلو شدن. نیروهای دولتی فرودگاه خمینی تهران روز شنبه 18 آذر ماه از سفر مژگان افتخاری امجد امینی و اشکان امینی خانواده مهسا به کشور فرانسه برای شرکت در مراسم اهدای جایزه ساخاروف، برترین جایزه حقوق بشر، ممانعت به عمل آورده و تنها به ساله نیکبخت وکیل مدافع خانواده اجازه خروج داده شده. نیروهای دولتی اعلام کرده که خانواده امینی ممنوع خروج هستند و پاسپورت اونها پس از بازجویی توقیف شده. در این بخش از برنامه با ابوذر سرجو همراه میشیم. سلام ابوذر، امروز چه گزارشی برای ما دارید؟ سهیلا، منم سلام میکنم به بینندگان برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. گزارش این هفته در مورد بازداشت و سرکوب بهایان است. انقلاب اسلامی نه تنها مخالفان سیاسی خود را سرکوب میکند، بلکه اقلیت‌های مذهبی هم از سرکوب در امان نیستند. یکی از اقلیت‌های مذهبی دین بهائیت است که همواره بیشتر از ادیان دیگر مورد اذیت آزار قرار گرفته. بهائی ستیزی جمهوری اسلامی با فتوای علمای شیعه در نظام با تخریب خانه باب در شیراز گسترش یافت. از ابتدای انقلاب 57 ایران تا به حال 202 نفر از بهائیان به خاطر اعتقادشان به دین بهائی یا ترویج و تبلیغ آن توسط حکومت اسلامی اعدام شدند. بهائیان در جمهوری اسلامی از حقوق شهروندی و انسانی محروم بوده و همواره سرکوب می شوند. در 28 خرداد 1362 10 زن بهائی در میدان چوگان شیراز به دار آویخته شدند. در میان این 10 زن از دختر 17 ساله به نام منا محمود نژاد تا زن 58 ساله دیده می شوند. در سالهای نخست پس از انقلاب بهایی ها نیز به سان دیگر بازداشتگان از حق داشتن وکیل محروم بودند و دادگاه های انقلاب در چند دقیقه حکم مرگ و یا محکومیت آنان به چند سال زندان صادر می شد. و
و عده زیادی از خانه و شهرشان رانده و تعداد زیادی از کسب و کار و تحصیل در دانشگاه محروم شدند. همزمان با سرکوب شدید جنبش اعتراضی در ایران، دو تن از بهایان نیز برای دومین بار به یک دهه زندان محکوم شدند. فریبا کمال آبادی، روانشناس و مهوش ثابت، آموزگار و شاعر که بیشتر از 10 سال بدون حتی یک روز مرخصی در زندان گذرانده بودند، در تابستان امسال دوباره دستگیر شدند. فریبا کمال آبادی آبان امسال در نامه‌ای از زندان اوین به موج تازه سرکوب بهایان ایران واکنش نشان داد و جزئیاتی از تفتیش خانه‌ها، بازداشت شماری از بهایان، همدان و کرج را روایت کرد. او همچنین به کنایه نوشت حکومت ایران بهایان را رد صلاحیت کرد. این دو زن زندانی که تا به امروز حدود 12 سال در زندان جمهوری اسلامی حبس کشیدند، در بخشی از نامه تازه‌شان به افزایش سرکوب بهاییان اشاره کرده که از مرد سالمند 90 ساله دستگیر می شود و به خانه زنان سال خورده حمله می کنند و اموالشان را مصادره و روستاییان بهایی از خانه هایشان رانده می شوند. والدین کودکان خردسال بی پناه هم دستگیر و برای سالیان مدید اسیر زندان می شوند. او همچنین اشاره می کند دستگیری های والدین دارای فرزندان خردسال را اقدامی برنامه‌ریزی شده جمهوری اسلامی خوانده و از آن به عنوان مصداقی از شکنجه کودکان نام برده است. مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی در اعتراض به رویکرد ویرانگر حکومت اعلام اعتصاب قضای 3 روزه که از تاریخ 18، 19 و 20 آذر کردند و نرگس محمدی هم به حمایت از آنها به اعتصاب قضای 3 روزه آنها پیوست. جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه به بازداشت و محاکمه 64 شهروند بهایی طی 50 روز گذشته از افزایش قابل توجه فشارهای سیستماتیک جمهوری اسلامی بر شهروندان بهایی در ایران خبر داد. این درد مشترک همه مردمی که در ایران زندگی می کنند است. تنها با پیروزی انقلاب زن، زندگی آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی که مردم به آزادی و برابری دست پیدا میکنه. زنده باد انقلاب زن، زندگی آزادی. من جا در و برات صاف میکنم، هرچی سر و بر و پراب میکنم، بیا بری. من از رومین و بمب و شنزار میدوم، جای کمرت شلاق میخورم، بیا بری. بعد ما بارون میباره از شاسایی، پر میشه این خونه از رقص و گل و شادی. ما بریم تو سینه ها رگبار و خاکستری از جنس آدم. من بالا تو برام باز میکنم، با تو تو تاریکی پرواز میکنم، بیا بریم. من چشماتو پر از خورشید میکنم، گوشاتو پر از آواز میکنم، بیا بریم.
بعد ما بارون میباره از شازایی برمیشه این خونه از رخص و گل و شادی ما بریم تو سیر آرد بار در این بخش از برنامه همراه میشیم با فرمیز از سرخط خبرها. سلام فرمیز، چه خبر از وضعیت زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان؟ با درود به شما سهیلا و بینندگان برنامه مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، من فرمیز گازرمین خلاصه ای از خبرهای هفته گذشته را به اطلاع شما میرسانم. تینا دلجو، فعال سیاسی، توسط دادگاه انقلاب رشت به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شد. علی‌رغم گذشت بیش از 4 ماه از زمان دستگیری وریشه مرادی، وی همچنان به صورت بلا تکلیف در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در سنندج به سر می‌برد. فرهاد شاکری، زندانی که از 7 سال پیش در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است، حدود 3 ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد و در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد. پرونده سازی جدید علیه شکیلا منفرد، زندانی سیاسی، صادر شد. وی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری 5 ساله خود به اتهام توهین به مقدسات است. محمد وزیری، همسر شیرین علیزاده، از جانباختگان اعتراضات 1401 بر اساس حکم صادره از اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تبرئه شد. جان محمد احمدی، بازنشسته فرهنگی و از فعالین صنفی که پیشتر حکم جلب سیار برایش صادر شده بود، توسط ماموران پلیس دستگیر و به زندان تحویل داده شد. شکایت نیلوفر حامدی علیه قاضی صلواتی، علت این شکایت خورداری قاضی دادگاه انقلاب از آزادی وی در پایان 1 سال بازداشت موقت وی است. زهره صرف در اعتراض به ادامه بازداشت خود دست به اعتصاب قضا زد. وی در وضعیت بدی به سر می‌برد. سوری بابایی چگینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزوین، در پی گشایش پرونده جدید به دادگاه انقلاب این شهر احضار شد. با سپاس از همراهی شما با اخبار زندانیان سیاسی. جان بازداشت شدگان، جان زندانیان سیاسی در خطره. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی لیستی از بازداشتیان زیر حکم محاربه و اعدام تهیه منتشر میکنه. این لیست هفتگی به روز میشه. ما از شما انسانهای شریف آزادی خواه و مدافع زندگی میخواییم برای لغو احکام اعدام و نجات جان این عزیزان دربند از در راهی که میتونید کمک کنید برای توقف احکام اعدام و صدای فریاد آزادی زندانیان سیاسی باشید. به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. اخبار و گزارشات خودتون رو از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه ملاحظه می‌کنید و همچنین از طریق راه‌های ارتباطی برای ما ارسال کنید. منتظر نکات پیشنهادات شما هستیم. تا برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی برای شما بهترین‌ها را آرزو می‌کنم.